سلام میکنم به شما بینندگان گرامی. شهلا دانشور هستم. برنامه کارگران به یک دنیای بهتر رو به شما تقدیم میکنم. امیدوارم خوش و سرحال باشید و آماده دیدن این برنامه. موضوعات بسیاره. جنبش کارگری مثل کل جامعه در تلاطمه. اخبار اعتراضی از نفت داریم، از ذوب‌آهن، از بخش‌های مختلف بازنشستگان، از پرستاران و دیگر مراکز کارگری و همینطور اخباری از احضارها و دستگیری‌ها و کارزارها. از نفت شروع می‌کنم. اعتراضات هر روز کیفیت جدیدتری به خودش می‌گیره. کارگران خشمگین‌تر و اولتیماتوم‌های خودشون رو میدن. امروز جمعه 17 آذر ماه که این برنامه رو به شما عزیزان تقدیم می‌کنم، کارگران رسمی شاغل در شرکت نفت فلاتخواره در بهرگان که خودش سنتز میکنه نفت رو به چند پالایشگاه دیگه هم صادر میکنه، مرکز بسیار مهمی هست. کارگران تجمع داشتن، از همه آغاز صبح مقابل مرکز اداری تجمع کرده بودن و بنرهایی، یعنی مقابل اداری مرکزیشون، و بنرهایی تو دستشون داشتن که تو اون بنرها خواستای خودشون رو مینویسن، مثل همه تجمعات دیگه کارگران رسمی نفت، مثل همه تجمعاتی که الان سنت شده تو اعتراضات کارگری و سازمان یافتگی این اعتراضات رو به نمایش میذاره. بیانیه تجمع امروزشون رو هم دادن، خواستاشون رو اعلام کردن. خواستا همون حذف کامل سقف حقوق است که تعرضی به دستمزدهای این کارگران و حذف تبعیض‌ها میون کارکنان عملیاتی در سقف پرداخت و برداشتن عناوین پشتیبانی و اصلی تخصصی و برگردوندن مالیات‌های کسر شده و همطور عدم ادغام صندوق بازنشستگی که بخش چپاولگری‌های حکومت هستش و همینجور حذف سقف پاداش پایان خدمت و پرداخت کامل سنوات خدمت کارکنان و اجرای کامل ماده 10 و پرداخت معوقات اون و اصلاح کف حقوق کارکنان اخیر استخدام آزمونی. در ادامه این اطلاعیه خبری که این کارگران دادن، اعلام کردن جنبش جمعه‌های اعتراضی کارکنان و منطقه نفتی بهرگان تا حصول تک تک خواسته های یاد شده ادامه دارد. جنبش جمعه های اعتراضی، جنبش سه شنبه های اعتراضی، دو شنبه های اعتراضی، هر روزه در نفت اعتراض است و این سنتیه که بازنشستگان گذاشتند و روزهای معینی از اعتراض رو در هفته تعیین کردند. زنده باد کارگران نفت، زنده باد بازنشستگان با اعتراضات درخشانشون. خواستایی که این کارگران اعلام کردن خواستای سراسری کارگران رسمی نفت هستش. اما جالبه که شورای هماهنگی و همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت خطاب به وزیر کار بیانیه ای دادن و تو اون بیانیه اخطار دادن و هشدار کرد. عنوان هشدار جدی شورای هماهنگی همبستگی کارکنان رسمی صنعت نفت در مورد آتش افروزی وزارت کار با آتشی که مخزن‌های نفت و گاز را شعله‌ور خواهد ساخت. همین عنوان نشون میده که چی میگذره در نفت و بعدم میگن که از جان صنعت نفت چه میخواید. بعد نیست که از سرسخن این بیانیه را بگم. میگه جناب وزیر آگاه باشید کبریتی را که شما در پی افروختن آنی خط آتشی است که فرجامش به مخزن‌های نفت و گاز میرسد. جناب وزیر آتش افروزی نکن، نیک بیندیش. وزارت کار را سامان دهید، هزاران جوان بیکار راه افسردگی در پیش گرفتن، نخبگان در حال کوچ هستند، در اندیشه کارسازی باش جناب وزیر. بیش از این آتش افروزی نکن، زیرا شعله های سرکش نفت و گاز دامن شما را هم نیز خواهد گرفت. و در این بیانیه به دست اندازی های صندوق بازنشستگی صدای اعتراضشون رو بلند میکنن. این فضای نفته و امروز تجمعات کارگران رسمی نفت و شرکت های مختلف فلات قاره رو در بر گرفته، از جمله بهرگان که امروز گفتم، و همینجور شرکت بربرداری گاز و نفت آقاجاری که سومین تولید کننده نفتی هستش. و این نشون میده با چه سرعت اعتراضات در نفت داره گسترده و سراسری میشه. علاوه بر این بخش ها تا
طبعا اعتراضات بخش های دیگه رو هم گرفته. یه بخش معترض در نرد بازنشستگان هستن که اعتراضون به اختلاس هاست، دست بردن به صندوق بازنشستگی. تجمعات مشترک کارگران رسمی و بازنشستگان داشتن در همین مورد. دیدیم که یکی از بندهای اعتراضی کارگران رسمی نبود در بهرگان هم همین مسئله هست. و در این رابطه در روزهای 12 و 14 آذر بازنشستگان نفت تجمع کردن. قبلا هم تجمعاتی داشتن همراه با کارگران رسمی و سر دادن شعار شاغل بازنشسته اتحاد اتحاد، و این پرچم اتحاد طبقاتی کارگری هست در سطح جامعه که قبلا بازنشستگان اون رو سر دادن و یک شعار تجمعات هر روزه و هفتگی اونها هست، و الان در نفت در این مرکز در این شاهرگ کلیدی حکومت این شعار سر داده میشه و این اتفاق سیاسی مهمی هستش. یک کلیپی میبینیم کوتاه از تجمع بازنشستگان نفت. حق و ناحق کردن ما رو بیچاره کردن، حق و ناحق کردن ما رو بیچاره کردن. اعتراضات در نب بخشای دیگه اون را هم گرفته جدا از کارگران رسمی. کارگران قرارداد معین که تجمعاتی داشتن با خواست رسمی شدن قراردادها، و کارگران بخشی از همین کارگر ارکان سالس با خواست حذف شرکت های پیمانکاری. این دو خواست یعنی دست بردن به ساختارهای کلیدی جمهوری اسلامی نه فقط در نفت بلکه در سطح جامعه، به همین دلیل مستقیما تاثیر میذاره بر اعتراضات بخش های دیگه کارگری در سطح جامعه. در این هفته در 16 آذر ماه کارگران ارکان سالس در پالایشگاه نفت آبادان با خواست تبدیل وضعیت استخدامی اونها، حذف شرکت های پیمانکاری، طرح طبقه‌بندی مشاغل که اجرا بشه و از ابتدای سال به معوقات اون پرداخت بشه و همینجور تسهیلاتی برابر با دیگر کارکنان نفت مثل بنکارت و مثل نفتکارت و غیره، و ساختمان و مراکز زراعتی و امکانات رفاهی اونها. اینا خواستاست، و همطور که گفتم این یک حرکت بسیار مهمه که بخش های مختلف و در سطح سراسری زو اعتراض و خواست کارگران پروژه نفت بارها بر سر این موضوع اعتراض داشتن. مسئله حذف پیمانکاران به ویژه این بساط چپاولگری و سرکوب در نفت. کلیپی میبینیم از اعتراض کارگران ارکان سالس در پالایشگاه نفت آبادان. وزارت وزارت مدیر بی‌لیاقت نمیخواد، وزارت وزارت مدیر بی‌لیاقت نمیخواد، وزارت وزارت مدیر بی‌لیاقت نمیخواد. یک اتفاق مهم تو این هفته اعتراض قدرتمند کارگران ذوب‌آهن اصفهان بود. هزاران کارگر اعتصاب کردن از بخش‌های مختلف، از سه شیفت این شرکت این مجتمع بزرگ 18,000 نفره تجمع کردن و شعار دادن با تو مگارد ویژه دیگر اثر ندارد. این صدای اعتراض کل جامعه است، پیام کل جامعه است به حکومت که از یک مرکز بزرگ کارگری که یک صنعت کلیدی هست سر داده میشه. زنده باد کارگران ذوب‌آهن اصفهان. تجمع و اعتصاب اونا روز 11 آذر بود و جمع شدن در محفظه شرکت راهپیمایی کردن و گارد ویژه حضور داشت. روز بعد هم حرکت کردن، تعدادشون دستگیر شدن. از جمله دستگیر شدگان مسعود اسپنانی و
از بخش اتوماسیون مخابرات به حاج محمودی از بخش خرید تجهیزات، تعداد دیگه هم دستگیر شدن که به دلیل فضای امنیتی هنوز لیست کامل اونها بازتاب پیدا نکرده، اما کارگران تأکید کردن و اولتیماتوم دادن که باید همه کارگران زندانی آزاد بشن، همه بازداشتگان آزاد بشن. در روز سوم تعداد از کارگران که مراجعه کردن کارتاشون ضبط شده بود، ممانعت شد از ورودشون به شرکت و بیش از 100 نفر با این مشکل روبرو شدند. در پی این سرکوبگری ها کارگران ذوب‌آهن اصفهان پیام محکمی دادند و اعتراض کردند و گفتند اعتراض و مطالبه گری حق قانونی ما کارگران است و با امضای مجمع کارگران ذوب‌آهن اصفهان این بیانیه را منتشر کردند و در مقدمش گفتند پس از حضور قدرتمند و متحدانه ما در روز شنبه 11 آذر و تنین شعار گارد ویژه و باتوم دیگر اثر ندارد، کوهی مدیر عامل شرکت با هزار خاری و ذلت در صدد توجیه گسیل دادن یگان ویژه در سال گذشته برآمد، اما بلافاصله در روز یک شنبه و دوشنبه با وارد کردن نیروهای گارد ویژه و چماق به دستان حراستی به داخل شرکت و تهدید و احضار بازداشت همکارانمان و همچنین ممانعت از ورود و ضبط کارت آنها، این مدیر عامل خائن و ضد کارگر به وضوح نشون داد که توبه گرگ مرگ است. و بعد این کارگران قاطعانه اولتیماتوم داده و میگن قاطعانه اعلام میکنیم که قدرت و اراده ما کارگران را دوباره آزمایش نکنید. فراموش نکنید که 18,000 پرسنل در این شرکت مشغول به کار هستند و تجمعاتی که تاکنون برگزار کردیم همواره چند هزار نفره بوده است. ما را وادار نکنید تا قدرت خود را در ابعاد بزرگتر و در سطوح بالاتری به شما نشان دهیم. فراموش نکنید که چرخهای این صنعت با دستان ما میچرخد و با دستان ما نیز میتواند متوقف گردد. شمارش معکوس برای شما آغاز شده است. و بعد با این اولتیماتوم خواستار آزادی همکارانشون شدن، خواستار رفع ممانعت ورود از همکارانشون به شرکت شدن و همینجور بر خواستارشون تاکید کردن، از جمله مسئله طرح طبقه‌بندی مشاغل که 10 سال اجرا نشده و میگن به تبع اون پرداخت افزایش حقوقی ناشی از اجرای این طرح رو دزدی و غارت کرده دست حقوق کارگران و خواستار همسانسازی حقوق خودشون با سایر شرکت‌های فولادی شدن و همچنین وارد کردن فشارهای امنیتی از جمله تهدید و احضار و بازداشت کارگران رو محکوم کردن و بر حق تشکل و اعتراض تاکید نمودن. ببینید زبانی که امروز کارگر با حکومت، با مقامات، با کارفرمایان صحبت میکنه همینه که با آتش بازی نکنید. این فضای اعتراض کارگری است. از اعتراض کارگران ذوب‌آهن اصفهان حمایت زیاد شده، تشکلات مختلف بیانیه دادن. کمپین برای آزادی کارگران زندانی تلاش میکنه، فریدم نا، که صدای این کارگران در سطح جهانی باشه و ما در این راستا نامه دادیم، اطلاعات و این اعتراضات رو به اتحادیه‌های مختلف فرستادیم و فشار میاریم برای آزادی این کارگران و برای بیرون کردن نیروهای سرکوب از محیط‌های کار و همینجور برای محکوم کردن جمهوری اسلامی به خاطر سرکوبگری‌هاش در سطح جهان. کلیپی ببینیم از اعتراض کارگران ذوب‌آهن. و ما بخش معترض دیگه جامعه بازنشستگان این نبض پرتپش جامعه. بازنشستگان کشوری 27 تجمعشون بود در این هفته در کرمانشاه شعار می دادن رئیسی قالیباف این آخرین پیام است، ارتش بازنشسته آماده قیام است. این رو بذارید کنار اولتیماتوم نفت، بذارید کنار اولتیماتوم کارگران ذوب‌آهن اصفهان و ببینید چه خبره تو این جامعه. تو کرمانشاه تجمع کردن، شعار دادن و توی سنندج همینجور، تو اهواز همینجور، تو ممسنی همینجور، در همدان.
می ببینیم از تجمع بازنشستگان کشوری. آخرین پیام است، ارتش بازنشسته آماده قیام است. حسین حسین شعارتان درو قدوزی کارتان، حسین حسین شعارتان درو قدوزی کارتان، دشمن ما همینجا دروغ میگن آمریکا. فقط کفه قیامون به دست میاد حق ما. اتحاد اتحاد علیه فقر و فساد، حلقه اتصال اعتراضات بازنشستگان با کل جامعه است. اعتراض بازنشستگان به فقر، به بیتمینی خواستشون اجرای همسانسازی افزایش حقوق به بالای خط فقر 30 میلیون، درمان رایگان به بهبود معیشتی و پایان دادن به اختلاس ها و دوستی خواست. برنامه توسعه هفتم حکومت اختلاس و دست برد به صندوق های بازنشستگی موضوع وحدت بخش اعتراضات بازنشستگانه و همینجور با شاغلین، شاغل بازنشسته، اتحاد اتحاد، لشکری کشوری، تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد، اینها کیفیت اعتراضات بازنشستگان رو نشون میده. اعتراضاتی که به قالیباف اخطار میدن، به رئیسی اخطار میدن، رئیسی بی عرضه، برگرد برو تو حوزه. تجمعات اعتراضی بخش دیگه بازنشستگان، بازنشستگان مخابراتی که تو 18 شهر صورت گرفت. کلیپ میبینیم از این اعتراضات. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، معیشت، منزلت، حق مسلمه ماست. دونه ها رو زبر رو دروغ نگید به مردم، هزینه ها رو داریه حقوق ما ریالیه، هزینه ها رو داریه حقوق ما ریالیه. باز شخص داد بزن حق تو فریاد بزن، باز شخص داد بزن حق تو فریاد بزن. مقابلت رها شده، اسیر قلدرا شده، با حق و مهر گیرم از پا نمی کشینم. اجرای آیین‌نامه حق مسلم ماست، از پا نمی کشینیم، از پا نمی کشینیم، حق خود نگیریم آرام نمی نشینیم. شرکت بردن آمد چه بر سر آمد، بازنشسته داد بزن حق تو فریاد بزن. حق خود نگیریم دوشنبه ها میاییم. اختلاف کم بشه مشکل ما حل میشه، یه دوزی های کم بشه مشکل ما حل میشه. فقط کم خیابون به دست میاد حق، بازنشسته داد بزن حق تو. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، معیشت، منزلت، حق مسلم ماست. فنا شده اسیر گلدرا شده، مخابرات فنا شده اسیر گلدرا شده، آتش هسته میمیرد ترک خود را میگیرد. به جای مرد کاری نشسته یک نظامیه، به جای مرد کاری نشسته یک نظامیه. اما بخش دیگه بازنشستگان تأمین اجتماعی و یک شنبه های اعتراض. در کنار اونا بازنشستگان فولاد هم شرکت دارن. در این هفته در شهرهای شوش، اهواز، عراق، دسفول و مشهد و کرمانشاه تامین اجتماعی بازنشستگانشون تجمع داشتن و در فولاد هم در اصفهان، خوزستان، مازندران و البرز غربی. یک کیفیت جدید در تجمعات بازنشستگان افزایش شماره شرکت کنندگان هستش. در کرمانشاه یکی از زنان بازنشسته طی سخنرانی پرشوری برنامه توسعه هفتم رو برنامه برای غارت بیشتر مردم میخونه و با سخنان اون به طور ممتد با کف زدن بازنشستگان پاسخ میگیره. ما کلیپی میبینیم از این سخنرانی.
درود بر همت تک تک شما که علی‌رغم مشکلات جسمی دوری مسیر میایین و در کنار همدیگه قرار میگیریم، به خاطر اینکه به هر حال یه مستقلی باشه تو این شرایط سخت و سنگینی که واقعا غیر قابل تحمله. در رابطه با همین تکمیل سخنان دوستانی که عرض کردن در رابطه با برنامه هفتم و مسخره ترین چیزی که من شنیدم و همه شما شنیدین در این رابطه که میخوان قارت بیشتر انجام بدن، میگن امید به زندگی بالا رفته و به خاطر همین ها سن بازنشستگی بالا میبریم. مرگ ناهنگ با شما باد که خودکشی ها رو نمیبین، خودسوزی ها رو نمیبین، شوهای دوباره بازنشسته ها رو نمیبین، از هم پاشید شما رو شما را تأمین میکنه. یه سایی برای ما قانون میبیستن که ازن نمیفهمن اجارشینی یعنی چه، نمیفهمن فرزند بیکار یعنی چه، نمیفهمن تهیه یه قرص مسکن به سختی یعنی چه. طبیعیه قانونهای اینا قانونهای فلاکت بیشتر باشه، چون دخلی در زندگی خودشان نداره متاسفانه. طور که اشاره کردم بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد تو شهرهای مختلفی تجمع داشتن و برای اعتراضیشون رو سر دادن. کلیپی میبینیم از تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی و فولاد در شهرهای مختلف. حق تو فریاد بزن، کمین پردر آمد، دولت بی کفایت، به مسئله دامد، اسم اجتماعی، دشمن ما همینجاست، درو میرن جمع بازنشستگان تامین اجتماعی دوست، امروز 12 آذر 1402 حاصل کار دولت قارت پول مردم، 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 نه وعده نه بازی اجرای همسان سازی، گرانی ساعتی کمر ما امین اجتماعی، افتضاح وصله اصلی ما حقوق دفعه جرد رو، حقوق نصف نیمه سکوت کنی همینه. اعتراض انتقاد حق مسلم ما، اعتراض انتقاد حق مسلم ما، خواسته ما این زمان معیشت است و درمان، دولت ورشکسته دشمن بازنشسته، تا حق خود نگیریم آرام نمی کشیم، گرانی تفرقم برای کار مردم، فقط کف خیابان به دست میاد حق ما، بازنشسته داد بزن، حق تو فریاد بزن. کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد، کشوری، لشکری، تامین اجتماعی، اتحاد، 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 اعتراض علیه فقر و فساد. حرکت اعتراضی دیگه از طرف پرستارانه، باز هم در اعتراض به وضع بد معیشتی، فشارهای سنگین کار، اضافه کاری های اجباری و استاندارد پایین بیمارستان و مراکز درمانی، تجمعات بسیاری داشتن تو همین دو هفته اخیر در
نزدیک به 20 شهر تجمع داشتن در این هفته در 11 آذر در خرم‌آباد. کلیپی از این تجمع می‌بینید. امروز 11/9/1402 تجمع پرستاران بیمارستان خرم‌آباد جلوی ستاد پزشکی استان بهارستان جهت معیشت و دستمزد کمشون. بخش آخر برنامه است روز 13 آذر ماه، روز جهانی مبارزه علیه سانسور و آزادی رسانه بود و در این روز نویسندگان و شورای بازنشستگان ایران بیانیه دادن، بیانیه‌ای که علیه سانسور بود و در دفاع از حق آزادی بیان، تشکل، تجمع و اعتراض و مصادف با 25 سال دادخواهی قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. در بیانیه شورای بازنشستگان تأکید بر آزادی‌های سیاسی، خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط خبرنگاران و روزنامه‌نگاران در حبس و پایان دادن به پرونده‌سازی‌های امنیتی قضایی برای اونان شدند. که اینجور روز دانشجو روز 16 آذر که باز شورای بازنشستگان کانون صنفی معلمان با بیانیه‌هاشون با بزرگداشت یاد دانشجویان جان باخته این روز رو گرامی داشتن، بر اینکه دانشگاه یک سنگر مهم مبارزات مردمی است تاکید شده. اما کارزار دفاع از کارگران نفت همچنان در جریان، با گسترش این اعتراضات باید این کارزار رو قدرتمندتر به جلو برد. تا حالا بیانیه‌های از سوی تشکل‌های مختلف داده شده، اتحاد بازنشستگان، انجمن صنفی کارگران برق فلزکار کرمانشاه، سندیکای نقاشان، شورای بازنشستگان ایران، کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری، ندای زنان ایران، صدای مستقل کارگران، گروه ملی فولاد، همینطور بیانیه‌های از طرف سندیکای نیشکر هفت‌تپه و هماهنگ و تشکل‌های مختلف. این حمایت‌ها باید گسترده‌تر بشه. فریدم نا کمپین برای آزادی کارگران زندانی در سطح بین المللی تلاش میکنه صدای کارگران نفت باشه. همینجور کارزار برای آزادی کارگران زندانی و از جمله کارگران ذوب‌آهن اصفهان که ما این رو بخشی از کار و فعالیت خود فریدم نا میبینیم و در این راستا تلاش میکنیم برای آزادی عزیزانی که در اعتراضات ذوب‌آهن بازداشت شدن و همینطور آزادی همه معلمان زندانی و زندانیان سیاسی. به این کارزار بپیوندید. وقت برنامه ما پایان گرفته. برای شما عزیزان شبها و روزهای خوشی رو آرزو میکنم.